ببین حظ میکنم جا نزدی، یه دست و دو تا دندون واسه چیدن و دست کردن تمومه. منم جون کندم تا رسیدم به امروز و امشب. روزش رسیدم، شبش مونده. اسمت چی آقا دومان؟ امیر. امشب امیر خان، شاه امیر. فقط جونم سیم تو گل نکنی، چون خون نداره بریزه، اما درد که داره. موقعی باز کردن گلا میره تو ده جای انگشت چشدار آدم. خونم رو چشم. چه ریختی شدم. بچه اگه من امشب ببینم چی میگم؟ حال آقا، کرواته درسته؟ خدا این خوشی رو ازت نگیره. بفرما جونم، حرف بزنی خط میده، بگو. دیدی مرجان خانم، دیدی شد؟ ولی خیلی زدم تو شد، یه جورایی تا شدم تو شد. میرسم باید یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، بستگی به ترافیک داره. محمد آقا چقدر شد؟ بذارم صندلی آقا؟ آره بذار. بله جان، بچه رو حرف نمیزنی. ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم. خدا امشب به همه حال بده. ببین کی هستی؟ من بردمه، حالا یه بزن تو آبسر. سلام، گفتم که تلفن میزنم، چه کردی؟ حالت خوبه؟ سر قبر ننه برفتی ها، از قول منم دعا بخوان. فلا مرز کیه بلا نسبت گلاب بروتان، خودت اسمت چی بوده؟ ببین، یک آدم اهل دل و حال وایساده، تازه دوماده، میخواد تلفن بزنه. بگو امشب همه شان جمع باشن به همین تلفن، زنگ میزنم. خوش باشید. میشه اون کارتتو بدی؟ من تلفن جنگی و صوتی دارم، هرچی پولش باشه میدم. چه قابل داره. مرسی. کارت چیه؟ یه ریزه بای میسی عرفت خصوصیه. باشه. سیگار میکشی؟ ای شبا، اگه داشتیم نی بزنم منم میکشم. به هر روز قول دادم دیگه نکشم، اینم آخریش بود. بیا یادگاری من بکنم. دعوای اول یه پاکت هم، دعوای دویوم دو پاکت، دعوای سوم. الو حبیب بابا، ای والا کجایی؟ یه دفعه خط نمیده، یه دفعه نمیگیره. این یارو هم که تو شرف میزنه میگه اصلش تو وجود نداری. حالا بگونم چی شده؟ چی؟ نمیای؟ مرد حسابی، خودم کارت تو با کارت خواهرت یه جا دادم خونه خواهرت.
ببین حرفتو بزن، چی شده؟ نمیام که زنبوره. ببین گوش کن، کارت داره تموم میشه، بگو کی اونجایی. چقدر؟ الو، آرشگاه نیکاده؟ خسته نباشید. سلام عسل خانم، من دامادم دیگه. مرجان، تلفن. پاشو سوسن. نیلیشون به مام برس. چش، خانم فیلم نامزدی چطور شد؟ الو، سلام. همیشه میگی سر وقت. ببین خیلی شلوغه، من یه ریزه دیر میام. یعنی چی؟ خیلی رابندیم، ولی من میرسم به بلش کن. عروسی مونه، باورم نمیشه. اه؟ اینجوری ها؟ سنی چی؟ ببین بد که نی، یه خود خودتو تو آینه بیشتر نگاه کن، حس کنی، ببین خوشگله. دلم برات تنگ شده. چطوری جعفر آقا؟ سلام امیر خان، حالت خوبه؟ بخبر درست اومدیه؟ دیگه اینه دیگه. ببینم دست از کسیت میشه. ای بابا جعفر، کجا بود؟ تا لاستیک ردیفش کن صاحبش الان بیاد ببره. از خر آقا نشناختی؟ بخبر امیر خان، نوکرتم. حبیب قربونت دارم، درست دومدیه؟ عقب حبیبم، رفیق تا آخره. حبیبا حبیب که بابا، ما نوکرشیم، شاگردشیم. حالا کجا هست؟ ماشاءالله کون چاله داداش، این رفیق یکی دونه ما کو؟ آقا عبی پیدام کردی؟ یه واسه چی قطع میکنی؟ خب گفتم اگه پیدام کنی با موبایل حرف بزن. رخ تو رخ خوبه، چش تو چش خوبه، خودت همیشه اینو میگفتی. بیا بیرون دستاتو بشور ببینم، وقت نداری. برای کنار میام. آره بکن کراواتش. عجب بابا، نکنه اینم باز قرض میکردم. ماشینی که تو باستم قرض کردی، در تومانی که تو جور کردی، دالون و سالون و تالرم که تو ردیف کردی، یه تاس خوشبشین خوشدستم که داریم تویی. بالا کرد دیگه. چه تحبی ناچاری مال دروغه، به خدا تو سینمی، تو جونمی. من کیم؟ دختره همینجا با پسر حرفش شده بود، میگفت غیرت و ناموس بازی داره دوباره مد میشه. ما چی کار کنیم امیر که از این مد نمیفتیم؟ ما فقط یه کارگر قدیمی، اما رفیق شما. حالا بشینیم راجع به زندگیم حرف بزن. با من یا بی من؟ همه چی با تو. یه چیزایی هم کوچیک، یواشکی، مال خودم. حالا ببینم چی میخوای بگی. رفیق خوب، آقا من امشب عروسیمه.
تو که از اول تو جریان بودی، حالا چی شده؟ این همه چت شده دیگه برام زیر رو نذاشتی حبیب. زنگ میزنی، حرف نمیزنی، قطع میکنی، منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی حبیب؟ که نمیگی، نمیگی من امشب دارم عقد میکنم، اونم با مرجان که میشناسیش. نکنه از این که دستشون به دهنشون میرسه و دانشگاه. خب چی میخوای بگی؟ ما که چند بار با هم صحبت کردیم، عین خودمونه، گنده دماغ نیست. میخوام جادم رو صاف برم حبیب. خواستی با تو برم، نخواستی حرفی داری که نباس بزنی، تنها میرم. چی کار کنم؟ زندگی دیگه. منم تا اینجا اومدم، عروسی و سلموی رو ول کردم، اومدم پا حرفت، واسه که برام رفیقی. نمیخوای؟ ما هم رفتیم. سب باش. هیچ جای این رفاقت ترک بر نداشته، نه روزش سیاه بوده، نه شبش بی هم. کی واسه کش خواستم؟ هیچ وقت. ده بدم. سخت‌تر از گفتن مردنه. این عروسی رو یکم عقب بنداز. من میگم چشمو، نگم واسه چی؟ آخه واسه چی؟ خیلی سخته نپرسی و بگی خوب. منم اگه رفاقت بلدم باز یه جوری بهت بگم. اول و آخر زندگیم تا حالا فقط تو بودی. خیلی حرف از رفاقت میزنن، خیلی هم به این حرفا میخندن. حالا یکی دیگه داره میاد که بشه زن من. اون برای دلم که باز عاشق میشد شده. حتی یه نفس، یه جون در رفتن نمیتونم ازش فاصله بگیرم. حالا من کاسب شده و آدم شده، منی که تو 2 سالگیم از ننه و بابا یتیم میشه، منی که تو بزرگ شدنم خلافی نیست که از کنارش رد نشده باشم، حالا اون بوی زندگی و خونه و مادر رو میده. حالا با حرفای تو همه اینا رو بذارم کنار؟ مگه من جنون دارم که بعد تو رو بخوام؟ اونو بذار بره دنبال زندگیش، مال تو نیست. حبیب چرا قایم میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ آقا من نباس بدونم چرا بعد بزنم تو شب عروسیم بگم هری عروس خانم؟ او الان تو آرشگاه منتظر منه، همه مهمونا منتظرن. چی بگم؟ بگم برو خونت؟ دلیلش هم نمیدونم. برو از رفیقم بپرس. بابا خیلی بیرحمی، این نشد رفاقت. منو نگاه نکن. سفره عقد رو جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه مرد زندار بوده. منو نگاه نکن. یا حسین حتی از اون حامله شده و بچهشو انداخته. یا حسین اون دکترش هست، اون خانواده به هم میریزه. این عجله مرجان واسه عروسی با تو فقط واسه اینه که یه جوری از زندگی یارو بی درد سر بیاد بیرون. فقط بگو چه جوری. ازش دل کندن، خب جگر شیر میخواد و دل کفتر. امروی زنی اومده بود تو رو میخواست، با من حرف زد، میزد تو سرش بچهشو چی کار کنه. مرجان وقتی که باردار شده از این بابا، اینام کارشون به طلاق میرسه. زجه میزد این وسط که خودم میدونم باشون چی کار کنم. امیر از سر تا پای این زن میبارید راست میگه. دلش سرخ شده بود، اشکش وانه میستاد، میگفت تو که رفیقشی بهش بگو نره وسط این همه نامردی و گناه. امیر نره وسط این همه نامردی و گناه. فقط دستم رو به تیزی و خلاف و نشتگی نره. جون کندم تا شدی. هر روز خدا تا تموم بشه یک کرور آدم رو یا میبره بالا یا زمین میزنه.
نمیشه گفت بی خیال، نمیشه گفت به قول تو زنبور، نمیشه گفت بعدش تعطیل خوبش باز. اصلش تو عمرم دل این که خبر بد بدم نداشتم، اما یه برش رفیقمه، یه برشم خبر بد. نشونی اون زنه بهت میده. خدا مرد جان بگو. الو، من یه خود دیر میرستم، تصادف کردم. بیشتری یه خود دیر میرستم میگم. آره تصادف کردم. کری بگه میخوای. سلام خانم، میشه چند لحظه تشریف بریم پایین؟ کارتون دارم. آره میتونم بیام. میتونم بپرسم راجع به چیه؟ اگه مزاحمم میتونم برم بعدم بیام. آقا دامادی؟ من اسمم امیره خانم، امشبم عروسیمه با مرجان، اما رفیقم که تو تعمیرگاه کار میکنه بهم گفت تا وقتی مردای مثل تو پیدا میشن، زنای از ما بهترونم هر وقت دلشون بخواد دیگه هم میزنن تا شوهر صاحب بشن. یه خود درست صحبت کنی. من اومدم بفهمم که حلیمو چربش کن، داماد رنگش کن. تو که رنگ شده خدایی هستی. من حرف دهنمو میفهمم. تو برو حرف دهنتو بفهم بدبخت، که با چه دزد ناموسی داری عروسی میکنی. حالا صداتو بیار پایین. بار چه نمیفروشی؟ دزد ناموس کیه؟ مرجان خانوم، خانوم خانوما، عروس خانوم. ببین شادوما به فکلات بر نخوره. من و شوهرم این دخترم که میبینی داشتیم با هم زندگیمونو میکردیم. شوهرم یه شغل دیگه داشت، یه روحیه دیگه داشت، رفت زندون با خود من. راستشش اصلش به تو هیچ ربطی نداره. بعد از زندون آزاد شد. بفرمایی. هیچکی بهش کار نمیداد. آدم زندون در اومده رو کی بهش کار میده؟ رفت توی آژانس کار گرفت. گفتم آره خوبه، آژانس خوبه، همه پشت کنکوریا اونجا، همه سرهنگا، همه سرتیپای قدیمی، همه مهندسای بیکار. خانم واسه چی داستان میگی؟ من ازت سوال دارم، نمیخوای جواب بدی؟ گوش کن، حرفم هنوز تموم نشده. آدمی که میخواد تو آژانس کار کنه باید متأهل میبود که زن داشت، باید چشم پاک میداشت که داشت. تا زمانی که چشمت به یه زن افتاد، به یه زن مسافر، چشای پاکش ناپاک شد، رفت سراغ اون مرجان خانوم، اون عروس امشب تو، اون کثافت، اون بود که زندگی منو به هم ریخت. تو نرو خانوم، بذار منم سر درارم. کی با مرجان خانوم آشنا شد؟ مرجان خانوم خیلی دلت میخواد خانوم باشه نه؟ نیست. اون یه ناموس دزده، یه شوهر دزده. کی طلاق گرفتی؟
رو کسافت عوضی، تو هم این اون امشب عروسیته. اصلا واسه چی اومدی اینجا؟ واسه چی اومدی اینجا؟ میبینی؟ اومده عقب زنش، خونه شوهر من، خونه من، میخوای ببرش عروسی؟ زنی که هرچی میخوام باهات سر راست صحبت کنم هی چپ و راست میری. کوچولو شماره تلفن بابات داری؟ اسم مامانت چیه؟ با خودش که نمیشه صحبت کرد. 0912-685-6104. میتونی بقیهشم از عروست بپرسی؟ بیا اینم عروسکی که خانومت برای دختر من خریده، خودم برای یکی دیگه میخرم. بگیر بقیه نشونیشم از خودش بپرس، نشونی دکترشو، نشونی که کجا انداخته. چیه؟ چه وایستده نگاه میکنین بر رو بر؟ تو روز روشن داره سر یکی میبرن، وایستده بر بر نگاه میکنی؟ هر کی دیگه بود یک ساعت باد سر نمیکرد. حالا میبینی ناخوشی از سر روت میباره، ولی اگه حرفات درست باشه گوشای آقا عبدالو تو پاکت تا شب برات میفرستم. عروسی دیر نشه قشن شد. سلام سلام. عجب بابا شب عروسی چشه؟ حالا فیلم نگیر، با چی الکی فیلم میگیری؟ بفهمی جمع کن کاسکو زد تو. میبینی که دارم جمع میکنم، با صد من اصلا نمیشه خوردش. بفهمم واسه خودم نمیگم، واسه عروس میگم. چقدر خانم؟ آقا دومان همه فهمیدن چقدر عصبانی هستی، اخواتو واقع کن. چقدر شد خانم؟ قبلا بهتون گفته شده، حالا زودتر بریم ماشینتون رو بند آورده. بگی بابا بگی. اینم شد برنامه امروز ما. شیشی رو اصابی نشو، خوششون مال خودشون، اصاب خوردیش رو واسه ما میارن. قبل همه چی باشگاه، تالار، آقا بریم یه گوشه خورده حرف بزنیم. لازم. چطور؟ چیزی شده؟ مثل اینکه چیزی نشده رو ثابت کردن خیلی سخته. آره خانوما کارشون اینه، چیزی که شده رو چیزی نشده نشون بدن، ولی بعضی وقتا خیلی دیره. عروس خانم این عروسک رو میشناسم، خودم خریدم. خب زودتر باست میگفتی، نه حالا. چند دفعه خواستم بهت بگم ولی هر بار ترسیدم نتونم اصل و راست مطلب رو بگم، همه چی به هم بخوره. خب حالا چی؟ حالا که میتونی اصل و راست مطلب رو بگی؟ تو حق داری امیر، اما اگه به من گوش کنی منم حق دارم. من اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیکه نجابت بریزه. قبل از اینکه همه چی رو بدونی، درست و کامل بدونی، اونایی که گفتن رو بشناسی قضاوت نکن. من میگم یا دلیل دارم و دلایلم درسته یا نه. اگه درست بود تو درست میگفتی و من دروغ، اون چیزی که میخوای اول بهش فکر کن، دیرم نشد. حالا که دارم همه چی رو قلبم میبازم، وقتی قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمیبری. خیال میکنی من بی قلب و مشنگ و کلک اومدم سراغ تو؟ سراغ آدمی شکل تو با عشق و بی عشق اومدن خیلی جرأت میخواد. باید راست و تمیز باشی. خیال میکنی من عاشق تو نیستم؟ هیچی نگو عزیزم، هیچی نگو دیگه، وقتی حرف زدن نه. دوست دارم که همه خیابون که همه بشنون، واسه اینکه اونو بذاری کنار، بچهاشو چیکار کنی، زنشو چیکار کنی، اومدی سراغ من. من بچه لات با معرفت، گرگ بیرون و بره تو خونه، یکی یه دونه پرست. این همه وقت و ماه و سال گفتی عاشقم، اما این ناخوش معرفه. بیخیال، نمیخوام دریوری بگم. اگه بعد عقل بود مرجان بی خون سر راست نمیشد. شیشه رو بکش بالا،
حالاشم میگم. بی عقد و عروسی اگه راست بود حق و خون با تو، اما منم از اینی که میگم دروغ حقی دارم. راست میگم، دروغه، دروغه رو راست میگم. اگه نذاری بگم تو هم شکل یه عقب افتاده میشی که نمیشه باهات حرف زد. امیر، تو اونو دیدی؟ من به تو گفتم بذار دوتایی زندگی کنیم، گفتم واسه تو و زندگی یه درخت تا نشده بشم. خب از اول میگفتی، میگفتی دوتا نیستیم، سه تایی. گفتم امیر، امیر جان، امیر خان، توهین نکن. من میرفتم درس، یا آژانس سر کوچه بود، این عبد میومد، یه دفعه دیدم یه آهنگ گذاشته داره گریه میکنه، گفتم چی آقا خدای نکرده. هفته بعد دو سه دفعه دیگه اومد، پرسیدم اسم چی آقا، گفت عبد. تولد بچهش بود، گفت زنش گفته واسه این بچه یه چیزی بخر بیار. دلم سوخت، این عروسک رو براش خریدم، 25,000 تومانم پول بهش دادم. امیر، من از اون آدم فقط دو تا چشم تو آینه ماشین رو یادم. زنش کجا همه چی میدونه؟ مردی که برای خود شیرینی، خود بزرگ بینی رفته یه سری دروغ ساخته گذاشته روش، نمیدونسته به اینجا میکشه. میگه دکترتون هست بچه. ببین امیر، امیرکم جونم، به این روز و ساعت، به لحظه عروسیمون، به این لباسی که تنمه، دروغه، دروغ. به همون لباس عروسیت که قسم خوردی میرم سراغ یارو، دستش رو از تنش میکشم بیرون، بخوام نمیذارم دروغ بگه. خدا کنه دست پر برگرد. این مقل نگه دار، پیاده میرم تا تالار، بلدم اون ور تو اون خیابون، تا آخر مجلس میشینم. عروسیمه، اگه نیومدی میرم یه جایی که خودم پیداش نکنم، دیگه عقبم نگه، حتی اگه فهمیدی دروغ بود. چشمم به در زندگیمونه، نیای تو میام بیرون، تا آخر عمر پشیمون شدت. Yeah.
ساعت 5. کاری نداریم. خدا sali turi mahia hai tera sab ko sasti ni hum meri raga mara aani lo dasti ni tera ni une sina khon ne sasti sare aane چیه خانم؟ چیه انقدر در میزنی؟ سلام. سلام. حال شما خوبه؟ سلام آقای محسنی. سلام، بازم شما؟ روز به روز خوشتیپتر میشی؟ مرسی، امرتون. یه لیوان آبی، یه صندلی مبلی اینجا پیدا میشه هم ما یه استراحتی بکنیم هم حرفمونو بزنیم؟ اینجا که هیچکی نیسته، دوستت کارمند داره، اونم دیر میان و زود میرن. آیه نکویی هم که اصلا نیست. اونم میاد ایشالله. بفرمایید. چه سرد اینجا آقا محسنی، میچویی؟ یه منقل میذاریم گرم میشه. خب پس بذار، بعد سرده. شما اینجا اومدی پی آقای نکویی یا اینکه حال ما رو بگیری؟ آقای نکویی که نیست، ما حال شما رو میپرسیم. یه دستی به سر و گوش اینجا بکشی بعد نی؟ باشه، برو برم بکنم. اومدم این دفعه آقا نکویی رو ببینم. ببینم آقا محسنی، میدونی این فیلم خراب میشه؟ بهش بگو. اون هستش دوست نداره این فیلم رو ببینه. تازه خیلی چیزهای دیگر هم دوست نداره ببینه. این آقای نکویی فیلمشو نمیخواد ببینه، پولش هم نمیخواد بده. هر وقت اومدیم نیست. پول نداره که خنده داره. یا زورش میاد یا ما رو جدی نمیگیره. چهار دفعه من تلفن زدم، شما بودی، صدا تو یه جوری دیگه کردی، گفتی نیست. آخ که چه روزگاری داشت این آقای نکویی. خدا و قسمت دشمنات نکنه. زمین خوردن از اصل و اصل چیزی بود که سر این نکویی اومد. شماره زنشو بده، فیلممو به اون بدم، پولمو از اون بگیرم. زنها خاطره ها رو بیشتر دوست دارم. چایی براتون دم کنم؟ بابا این آقای نکویی فراریه از ترس، از ترس طلبکارا. منم جا ندارم که اینجا موندم. برای همین نمیخواد فیلمشو ببینه. اما زهره رو شما بدیم، چایی نمیخواد. بریم نیلی. بعد از ورشکستگی زنش هم دست بچهشو گرفت و رفت. پول نداشته باشی تنهایی، داشته باشی یه مش رفیق علکی دورو برتر. یا آقا مسایی تلفن هم روش نوشتم. فیلم تولد بچه‌شه. دست شما. بهش بگو بدهی‌های کوچیکتو بده سبک‌تر میشی. اونا رو هم ببینه. زنش، بچه‌ش، رفیقاش. حالا فیلمه. چش. بریم سوسن. خدافظ. 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 تلفن جواب بده با صدای خودت. چش، چش. اون درم بوی سرتون ببندید لطفاً. آقا اونا رفتن، همه میرن. آدم از خودش بدش میاد. پولشون رو بدم، باید اونا رو هم تو فیلم ببینم. اما خیلی دلم میخواد پسرم و اونا. شما تنها موندی، حرف نمیزنی، غذا نمیخوری، فقط لباسای اون موقع تو میپوشی.
اونم تو خونه‌ای که همه جاش خاک گرفته. فقط تو یکی موندی. دنیای خیلی بدیه. فقط خانوم. آقا فقط خانومه که خاطرتو میخواد. شما هم دیگه بهش محل نمیذاری. اونم که اعصاب درستی نداره. باید تا گیریم آخر و اتاق آخر که قبره با میستد میگفت شوهرم رو میخوام، نه پولشو، نه ورشکستگیشو. بیا آقا یه دفعه دیگه زندگی تو را بندازی. نکنه تو هم برای اینکه جایی نداری اینجایی. ای آقای چه حرفی میزنی؟ شوخی میکنم، تو نظر آدم رو تغییر میدی. Thank you.
سلام آقای دوست. شریک عزیزم دزد از کار در اومده. من دزدم یا تو؟ اینا پولای شرکته، پیش تو چیکار میکنه؟ این کلید ها کجا آوردی؟ میشناسم اون کلید ها، فقط دوتا از اون هست. از ریخت این دنیا که شما توش زندگی میکنین بدم میاد. اهل درگیری نیستم، اما با تو هستم. منم مثل تو گناه های کردم، بهتره تو منو بکشی که پاک شم، از کثافتی مثل تو رد شم. تو گرگ تو خونه و رفاقتی، خونه من. لیاقت هر دوتونه، هم تو هم اون، که تو آفتاب زندگی کنی. زنی که منو ول میکنه برا پول، برا تو هم، برا قلبت، هیچ کوی نمیخوره. خیال میکنی من از دستیم خوشم میاد؟ اونم عاشق توه، اما از زندگی با تو خون بالا میاره. قلبی که واسه خودش صدا نداره، میخوای برای تو چه صدایی داشته باشه؟ سعادت همه جونمو خورد برای زندگیت. خدا کنه درست زده بشی. اگه زنده بمونم برای بستر تو اون میارم که برای یه دفعه دیگه هم که شده سرگل غیرت بیدشه. آقا بله. سلام خانم رضایی. سلام، خسته نیومدی؟ آخه ترافیک خیلی زیاده تو خیابون. لطفا یه ساعت دیگه بیاین دنبال ما. چشم خانم، مرسی. آقا ما میخواییم به فرودگاه امام، ما رو میبریم؟ مسافر دارم خانم. پرواز داریم، گیرمون شده، از پرواز عقب میاد. 30 تومن میشه، خیلی شلوغه. چند دونه رو هم پس بذارید آقا، کیفم خودم میارم. چشم خانم، اونو ول کن. چه خوشدل این گل پسر. بفرم.
کجاست خانم ایشون؟ هشت تا چراغ دور میدون گشتیم. ما نیم ساعت دیر کردیم ولی اون باید وایسه. یکم یواشتر بریم. بازم یه دور دیگه بزنیم بریم اون طرف. اونه؟ نه نه اون. چلی دو دفعه من کیفم رو بزنم همگره پیدا میکنه. حالا گرفتی؟ بول یورو دیگه نسیم چه خبر؟ برای چه سجا شده؟ برای شانس آورد این آقا خیلی من کنم ببخشید قسمتون چی بود؟ عبدالله به هم میگن عبدالله که نمیتونی منو ببینی. من تو ترافیکم، مسافر دارم، برگشتم آژانس. بیا اونجا در اختیارم. بله؟ چیه؟ چته؟ الو دار آدم خریدم. میشه بزنیم کنار بچه باید بری دست شوید من پرکه بقید. آقا عبد آره مرسی. بله آقا من مسافر فرودگاه دارم. فرودگاه ما. داداش چرا زور میگی؟ تو با من کار داری؟ آخه من که نمیشناسمه. جون؟ الو؟ الو؟
این چه صدایی آقا؟ اصلا درست حسابی دارید ها؟ الو داداش نظر از ادب خارج شما، اون وقت خودت میدونی. بله؟ گوشه هم میکنی؟ الو گوشه هم میکنه؟ خب لواد میکنه، دروغ که نمیگه. آقا عبد میتونم ازت خواهشی بکنم؟ بفهمی خانم، میتونی از یه راهی بری یه کاری بکنی که ما از این پرواز عقب بیفتیم؟ حالاشم بعید میدونم به موقع برسیم. حالا شما مثل یه برادر به من جواب بدید، چرا انقدر عصبی و به هم ریخته هستی؟ اصلا دلم با این سفر نیست، نمیخوام از اینجا برم. شوهرم میگه بریم، من برم دبی، تو شهر عربا با یه بچه تنها. میگن دبی اونقدرم جای خوبی نیست برای زنا، هر دختری زنی میره اونجا کلی پشت سرش حرف میزنن. حالا نه که همه اینطوری باشن، ولی راستی خانم این آقا مهراب شوهرته؟ بفهمی آخه تو کی هستی سیریش؟ باشه فقط 5 دقیقه، چجوری پیدات کنم؟ یارو کی بود؟ همینجوری باز خود قرار میذاری؟ دیرمون شده. اگه قرارمون میدون فردوسی بود اما اومدم. ای خانم قرارمون یه مسافر دیگه بود که بود. اگه این بچه شاش داشت که نداشت پرسیدم. اگه رفتی تو دستشوی لباس دوست شد به من چه؟ قرارمون بود نبود که. یکی اما یه دفعه پول میز ما باشه. از آسمون مرام میباره، اونم پشکه چون از آدم هر بخنی میره گذاشتی جلامون بگه کی هستی به ما؟ اگه آدم باشی نه چاقو خونی میشه نه حرف کج میشنوی. فقط چند تا سوال هست ولی سر راست اگه قایم کنی یا نخوای بگی یا دروغ بگی وسط همین خیابون بین همه این آدم ها با همین شاقو تیکه تیکه میکنم همه حالا ما نگاه کن دروغ و خالی بندی تو کارم نیست پر بستم یه بچه آدم نگو باشه کی هستی بابا؟ اصلا آدم نمیتونی حرف بزنی؟
ببین داداش، واسه که سفرت سرد نشه و دهن نیفته با همین ماشین برو فرودگاه. رانندگی بلدی؟ ببین رسیدی فرودگاه، ماشینو بذار تو پارکینگ، سویچش هم بده اطلاعات. یالا باش کار دار. نسل میگه خیلی دیر شده، اگه از مواز عقب بیافتیم همه چی به هم میریزه. میخوام یه چیزی بهت بگم. من نمیخوام، اصلا دوست ندارم این سفر اینجوری بیام. هر چی رو فکر میکنم راه نمیده. حرفشو نزن، دیگه دیر شده. اگه بمونیم دستگیریه و اعدام. یعنی چی اعدام؟ چی داری میگی؟ یعنی چی اعدام؟ دست کن زیر صندلی، تو کیف و نایلون رو بردار ببین. چرا کشتیش؟ چرا کشتیش؟ از بود، صدات، از همه چیزت بدم میاد. تو هوایی که هستی نمیخوام نفس بکشم. خیلی به اون بد کرد. شب عروسیت یهوی بهت میگن که عروس امشبت. من جور دیگه بلد نیستم، چیزایی بین تو و اون شنیدم، اومدم سر راست و صاف و پوست کنده از تو بشنوم. چه رابطه‌ای بین تو و اون بوده یا هنوز هست؟ اول هر قسمی که میخوای بگو تا بهت بگم، هر چی ساکتت میکنه بگو، ولی بعدش باور کن. قبول کن که من به تو دروغ نمیگم، یعنی کسی نیستم که بین راست و دروغم پول و قدرت باشه. اگه بود وضعم اینجوری نبود که تو با این رفتارو بکنی. این حرفا رو ولش کن، قولم به نگو. تو مجبوری قسمو دروغ بخوری، برای اینکه میخوای یه جورایی از من این تیزی دری. فهمیدی که رگاتو عین بند کفش دارت میبنده؟ من با تو شوخی ندارم. خب حالا بگو کجاها با هم رفتیم؟ چیا به هم گفتی؟ همه رو بگو. حالا منم که بهت قول میدم اگه راستش رو بگی باید کاری نداشته باشه. یه جورایی با خودم کنار میام. دلم نمیخواد تو رو به درد سر بندازم. نمیخوام یه مرد مثل تو بیفته تو حچه. حواستو جمع کن. ببین تو کسی نیستی، من اونی که بهم کلک زد کار دارم. تو کی هستی؟ اینه تو ریخته. منم چاقومو واسه هر کسی باز نمی کنم. تو کی ازم قرض نگرفتی که بخوای بدهی تو بدی؟ من فقط میخوام حرف راستو ازت بشنوم.
همین. من میفهمم تو چته، حق با توه، به جون بچه هم حق با توه، اما بعد بهت رسوندن. حتی این خانم مرجان خانم، من که نمیدونم، خواسته به دروغ بگه، من راستشو بهت میگم، اینجور مردا خیلی کمن. مردی که ناموس و ناپاکی رو بفهمه. من برای خودم آدمی بودم، یه روزی یک کس دیگه ای بودم، رو حرف و عقیدم زندگیمو گذاشتم. حقوقم کارمندی نبود، من کجا شوفر آژانس کجا. اما وقتی از حبس اومدم تمام زندگیم ریخته بود به هم. بیچاره زنم آمنه اینجوری نبود، حالش خوش نیست، حواسش رفته، مثل که هفت تو مخ نمک زدت نمیره. بگی تو خاکی. زنم خواستم خودکشی کنم. دیدیش چقدر مریضه. من اگه این کاره بودم تو آژانس کار نمی کردم. کارایی رو می کردم که خیلی راحت تر بلد بودم. می تونستم طلاقش بدم، یه پیرزن پولدار بگیرم، اما این کارو نکردم. من به تعامل تو پیرزن گرفتنه چی کار دارم؟ هی می پیچونی، پیچ می زنی. مرجان با تو چی کار داشت؟ Thank you.
اگه قرار بود با این دختری ازدواج کنی شب عروسیت میفهمی که بچه انداخته چی کار میکردی؟ پری تو بذار به حساب عشق وقتی عاشق باشی حسونی ولی من نمیخوام تا آخر عمر یا این راه سر راست اومده باشم یا تو شک نفس کم آورده باشم اگه بود مرد میگفتم به خدا اگه دروغ بگم اون چیزی رو که میخوای دوست داری میگفتم و تموم میشد انقدر کتک نمیخوردم مرجان خانومه دلسوزه نمیدونم خیلی دلم میخواست یه جوری تن و روح هم باور میکرد ولی چی کار کنم هر کسی یه جوره دیگه ما میریختی یه روزایی واسه ناموس چاقو رو شب زیر سر نمیبستم اما حالا چی؟ هی میگن من تا حالا به هیچ کس کلک نزدم نمیخوام تو این کلک بزرگ باشم راست و ریسک کردن خودم فقط با خداست ازت نمیکنه سنگینی نمیکنه هر کی چی پرسید چی نگو باشه خودم جواب ببین خیلی خوب بلند شو وایسا عینک تو بردار زخم تو ببینم کسی نبینه باز مثل همیشه مثل بعضی وقتا مهربون شدی خیلی خوب من میرم دستم رو یابی بزنم یابی هم به سر صورت این بچه بزنم تو برو تو ساعت رو به یه جا باشه باشه Thank you.
دیر اومدی. کجا داری میری؟ هر کسی یه جور عاشقی میکنه، تو هم، اما عشق تو خیلی سخت. چیکار کنم؟ حسودم دیگه.
خداحافظ بچه. روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن وا میکنن وقتی دل از دشن پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم.